کلاس شین. من یه صحبت کوچولو با همه خانواده های عزیز دارم. ببینید، توی دیکته گفتن یا اصلا توی تکلیف نوشتن، خواهش میکنم دقت کنید. همیشه وضعیت مدارس اینطوری نمیمونه انشاءالله. خیلی بچه ها رو وابسته به خودتون نکنید. وایسایی که من برای دیکته میفرستم بذارین وایسا بچه ها با وایسای من دیکته رو کامل کنن. اگرم تا الان وابسته شما بودن، یواش یواش، یعنی یهو خودتون رو خب بچه ها ببخشید یه لحظه، اسکای با سرورش قطع شده بود از سرور. یه لحظه. خب پسرای قشنگم یه لحظه. و اینکه یه مورد دیگه ای که هست و من خیلی نگران این موضوع هستم و سعی کردم که توی اون دیکتر رو به خاطر همون تو اون ساعتای بعد از ظهر با تعداد بچه های کمتری گذاشتم، دلیلش این بود که این قطعی صدا و تصویر توی اسکایپ باعث میشه من یه جمله رو خیلی دارم تکرار میکنم و این مثلا دست بچه خیلی کند میشه. توی کلاس من یک بار مثلا دیکته که دارم میگم همگی با هم مینویسن و اون کندی دست بچه رو آدم خیلی خیلی زودتر میفهمه. سعی کنین که بچه ها خودتون که کنارشون وایستادین حتما به من گزارش بدین. اگر دست دانش آموزی خیلی کنده، باید بیشتر مشق بنویسه، بیشتر دست ورزی انجام بده تا راه بیفته. پس حتما به این موضوع دقت کنید. توی نوشتن دیکته من خیلی شنیدم که مثلا میگن بنویس تازه. من میگم بنویس تازه، مادرم توی خونه تکرار میکنه تازه. این اصلا مورد قبول من نیست، به خاطر اینکه بچه عادت میکنه بیادم مدرسه من که گفتم تازه نمی نویسه. همیشه یه نفری ناخودآگاه این شنیداریش طوری عادت میکنه که منتظره که یه حمایت کننده ای باز اون تازه، باز اون کلمه رو بهش بگه. این یه موضوع. خواهش میکنم توی دیکته های صوتی من همون صوتی که میذارم برای بچه ها بذارین، تکرار نکنید. همچنین توی این دیکته های کلاس مطلب بعدی این که مثلا وقتی میخوان بنویسن تازه، دیگه پسرای من فکر میکنم 90% بچه ها خوب باشن، عادتشون ندین که حتما شما باید بهشون بگین ت با آ بنویس، ت با آ تا. اون اوایل چرا خودم میگفتم مثلا تازه میخواست بنویسه، میگفتن بنویس تا. الان دیگه یواش یواش این
این مدل گفتنم باید کمتر بشه. حتما خانواده های عزیزم اینو میخواستم بهتون بگم تو دیکت که خیلی دقت کنید. خدایی نکرده توی کلاس دوم تو بچه ها به مشکل بر نخورن بابت این قضیه که دیکته هاشون اینجوری اینقدر وابسته به شما شده. بریم سراغ بچه ها. کلمات دفتر مشق کنارتون باشه، دفتر مشق کنارتون باشه. مدل پرسیدن امروز اینطوریه که یه نفر یه کلمه رو میخونه، نفر بعدی با این کلمه برای من جمله میسازه. بریم سراغ تلویزیون رنگی رنگی. ببینم تو کجا کلمات رو پیش برده بودیم. آقای امیرحسین طباطبایی تایید صدا و تصویر بده پسرم. امیرحسین سلام. سلام عزیزم. آخرین کلمه ای که دیروز نوشتی چی بود پسرم؟ آخرین کلمه ای که دیروز نوشتیم درست. مرسی عزیزم، ممنونم. آقای محمد یحیی احمدی تایید صدا تایید تصویر. سلام عزیزم. سلام. نتونستی دیکته رو برا من بفرستی درسته؟ آخه مامانم بعد اشکال نداره. هر موقع مامان اومد بعد من دیکته رو برای من یادت نره بفرستی. باشه عزیزم. ظهر میاد انشاءالله به امید خدا. هر موقع که اومد دیکته رو فرصت کرد برام بفرسته. باشه عزیز دلم. باشه عزیزم. اینو برای من بخون ببینم. اینو برای من بخون. رستم توی دفتر مشقت رستم رو بنویس تا خلیل باهاش جمله بسازه. خلیل با رستم جمله بساز ببینم. خلیل جان با رستم جمله بساز. سلام. با رستم جمله بساز ببینم. رستم رو اول بنویس توی دفتر مشقت. رستم. باهاش یه جمله بساز. یا خدا عافیت باشه. سلامت باشی. باهاش یه جمله بساز. با رستم. رستم با اسب آمد. آفرین. رستم با اسب آمد. حسین همه این جمله رو بنویسن. من نوشتن حسین رو چک میکنم. حسین تایید صدا. حسین جانم تایید صدا. میخوام یه نفر میخونه، یه نفر جمله میگه، یه نفر مینویسه. بنویس. رستم با اسب آمد. مرسی. جملتو یه بار برا من بخون. جملتو تایید بزن یه بار برا من بخون. رستم با اسب آمد. مرسی عزیز دلم. نفر بعدی آقای طه اسکندری دست بلند کنه. هر کی صدا میذارم دست بلند کنه که من راحت پیدا کنم. تایید صدا تایید تصویر. طه جان. سلام خانم سرمونی. سلام عزیز دلم. خوبی پسر قشنگم؟ بله. خب برای من اینو بخون ببینم. تو
کنید. الان نوشتیمش توی دیکتمو. دو اینا. یه بار دیگه. دوی یا دوی. این چیه؟ اونو یه نقطه داره. این چی؟ اینو بخون. دون دون. حالا یه و یا دون دون یا. بخون یک بار دیگه. دون یا دنیا دنیا. مرسی. آقای فراز محبوس‌فر، تایید صدا، تایید تصویر. با دنیا برا من جمله بساز. سلام خانم، به شما بخیر. سلام عزیزم. جمله بساز. آبی است. دنیا آبی است. یه جمله بهترتر میتونم بگم. آسمان رو بیشتر میگیم آبی است. دنیا همش که آبی نیست. یه جایی سبز درخت داره، یه جاییش مثلا خاک داره. یه چیز دیگه بگو، یه جمله بهترتر. با دنیا سریع اب نداره. تکان الان توی آخر دنیا سرسبز. چی؟ دنیا سرسبز. سرسبز. دنیا سرسبز است. میتونیم بگیم اینم. یه جمله توی دیکتتون بود، یادت میاد؟ یه جمله توی دیکته الان گفتم توش دنیا بود. آخه اینقدر دیکته داری من یادم نمیاد. همین الان دیکته گفتم برات. یه جمله بود که توش دنیا بود. دیکته تو نگاه کن. به دنیا آماده است. برادرم امروز به دنیا آمده است مثلا. درسته؟ حالا یه ذره این جمله رو عوض کن. من اینو گفتم، شما یه ذره عوضش کن ببینم. برادرم به دنیا نیامده خوبه؟ خیلی عوضش کردی، دست درد نکنه. برادرم به دنیا نیامده است. بنویسین، اب نداره. بنویسین. آقای کیا، آقای اشراقی نوشتنتو میخوام چک کنم. آقای اشراقی تایید صدا، تایید تصویر. سلام عزیزم. بنویس برادرم. برادرم به دنیا برادرم به دنیا دنیا برادرم به دنیا نیامده. نه چرا رفتی یاسین؟ برادرم به دنیا، تایید صدا و تصویر بده. نیامده. نیامده.
نیامده است. برادرم به دنیا نیامده است. سب کنیم. خب نوشتم. برادرم به دنیا نیامده است. ببینم. بایستا. برادرم به دنیا. آفرین. عالی. نیامده است. مرسی. نفر بعد. نفر بعد آقای محمد طه طالبی. تایید صدا، تایید تصویر. محمد طه. محمد طه جان. محمد طه جان. بیا پسرم برا من بخون ببینم. بیا پسرم برا من بخون ببینم. بخونه. اینو برا من بخون. اینو برا من بخون. تو. بگو تو نخه. نه نه. صحبت کن. صحبت کن. آفرین. آفرین. بگو. درست. بگو. بگو بلند بگو. درست. چی؟ بگو یه بار دیگه. درست. نه الان وقتش نیست. برو بپرسم. شما سرتون رو میگی های من میگی. اول باشه درست. باشه. کامل بخونه. کامل بخونه. بخون. بگو. درشت. آها. خونم بگو. درشت. 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 بگو. بگو. درشت. آفرین. درشت. درشت. بذار بگم یه نفر دیگه برای من. آقای صدرا زرگرزاد با درشت برای من جمله بساز. صدرا تایید بزن. صدرا تایید بزنه. صدرا تایید. صدرا زرگرزاد. صدرا تایید بزن. صدرا. یه لحظه صبر کن. تایید بزن پسرم. سلام صدرا جان. با درشت برای من یه جمله بساز. درشت. فکر کن جمله بساز. بذار کنار جام دادی تو. درشت. منو نگاه نکن. درشت. سرسبز. درشت سرسبز است. درشت سرسبز نیست. میگیم مثلا درشت یه چیزی درشته، یه چیزی بزرگه. درشت معنیش یعنی بزرگ. میتونیم بگیم بزرگ سرسبزه؟ نمیتونیم که بگیم. درشت باید بگی یه چیزی درشته، بزرگه. درشت یعنی بزرگ. بزرگ. منو نگاه نکن. درشت. با درشت یه جمله به من بگو. درشت. یه چیزی رو بگو درشته. چی رو بگی؟ درشت باید داخل جمله باشه. نمیتونی اول جمله درشت. درشت. چی؟ سیر. درشت. آها. هست. بگو بگو. سیر. درشت. هست. باریکلا خیلی خوب گفتی. سیب درشت است. میرم سراغ محمد مهدی طالبی. محمد مهدی ببینم چطوری می نویسیش. تایید صدا، تایید تصویر. دو
چند تا در رو هم بدونم؟ آها آها روش آفرین که صدا می کنید که صدا می کنید درست است بلند کن من ببینم بلند کن من ببینم محمد نزدیک نوشتن خیلی با دقت تر شده همینطوری ادامه بده چندونی شما نمیندازی مرسی نمیندازی باشی پسرم مرسی آقای پارسا از قری تایید صدا تایید تصویر آقای پارسا از قری تایید صدا تایید تصویر پارسا از قری تایید صدا تایید تصویر پارسا این کلمه رو برا من بخون سلام عزیزم این کلمه رو برا من بخون ببین اینو پارسا جان بخون عزیزم این کلمه رو تو بقیه نه خب میشه چی؟ میشه چی؟ تو اینجا میشه چی؟ چی؟ بخون نه تو بچست تو به هم بخون تو تو او تو بقیه چیه؟ نه میشه چی؟ تون تون؟ حالا بقیهش؟ تون بقیه چیه؟ تون بلند تون تون آفری مرسی آقای مقدم با تند برام جمله بساز. مقدم با تند برام جمله بساز. کیارش تایید صدا بزن و تصویر. کیارش تایید صدا و تصویر میزنی لطفاً. کیارش مقدم. کیارش مقدم تایید صدات هم بزن پسرم آقا کیارش دنبال چی میگردی؟ تایید صدات هم بزن سلام سلام خوبی؟ سلام بله جملات رو نوشتی تا الان که دوستات گفته بودن؟ من یه کوچولو اینترنتم ضعیف شد اما من فقط دو تاشو تونستم بنویسم. من اینترنتتون ندیدم ضعیف بشه. اما کیارش کیارش توی کوچولو توی کلاس دقت کن جا نمونی. باشه؟ من دو تاشو نوشتم. یه دونه برادرم با اون رستم. برادرم با رستم. خب اینو ننوشتی. سیب درشت است. اینو بنویس اول. سیب درشت هست الان هست نه است سیب درشت است اینو صدرا گفتین جمله رو اینو خودم هم داشتم زنم یه کوچولو داشتم گفتم شاید مثلا اینو بگه این چیزا خب الان با تند یه جمله بگو بعد تا دوست تندو می نویسه شما دوتا جمله رو بنویس با تند یه جمله بگو تند تند سب کنید ببینم تند تند دو تا معنی داره مثلا میگیم این فلفل خیلی تنده یه چیز دیگه هم نکنید آره میدونم میخوام بهت کمک کنم یه سری هم میتونی بگیم مثلا اون خیلی تند اومد سمت من
خیلی زود اومد سمت من. یه چیزی هم میتونیم بگیم، باد تند است. خیلی قشنگ نیست باد تند است، خیلی جمله مثلا بهتری میتونیم بگیم. سعی کنید جملاتتون هی بلندتر بشه، بهتر بشه. ببینم چی بگم. تند تند مثلا تند مردی تند است. مگه میشه مرد تند باشه؟ مثلا دویدنش هم اینجوریه. خب میتونیم بگیم مردی تند به سمت حالا یکی هم بزنیم باد. خوبه؟ خب بگو کاملش کن. باد تند. این چیزا حالا نفهمیدم. یه بار میگی باد، یه بار میگی مرد. جمله تو کامل کن. خب ببینم چی بگم. خوبه؟ خوب داشتیم گفتیم. وای چه جمله خنده داری تو ذهنمه. خب بگو ببینم چیه جملت، بگو. نه اولش کن، خیلی خنده داره، مسخره هم هستش. برم بگیم مرد تند میدود. میدود ورو که نخوندیم. میتونیم بگیم مرد تند به سمت من آمد. آها آره دیگه همش هم خوندیم. بنویسیم. آره الان که میگم بریم جانمونی کیارش توی جمله سازی هم کار کن. جمله گفتنت که خیلی خوب بود. آقای فرهانی تایید صدا، تایید تصویر. مردی بنویسین. مردی تند به سمت من آمد. سلام عزیزم، بنویس. لپتاپ خم کن من ببینم. سلام. سلام زندگی. بنویس من ببینم. مردی مردی کیارش مقدم بنویس جانمونی. مردی تند برو نوشتی؟ تند به دست تو بردار مامان ببینه. خانم دست تو بردار ببینه. سمت من دقت کنید چه ای میخواد بیاد. سمت من سمت من سمت من چه ای باید بیاد امیرعلی؟ ارد. بنویس سمت من. مردی تند به سمت من یه ذره دست تندتر به سمت من آمد. خیلی مداد و فشار میدی. آمد. آفرین. بلندش کن من ببینم. بیار جلوتر، بیار جلوتر. وایسا وایسا. مرسی عزیز دلم، عالی. مرسی قشنگم. آقای قاضی نژاد تایید صدا، تایید تصویر. ایمان تایید صدا، تایید تصویر.
سلام. خوبی؟ بله. کلمه رو برام بخون ببینم. سرسره. مرسی. عالی. برم سراغ سرسره رو بنویس. سرسره رو بنویس تا برم از یکی دیگه بخوام جمله شو بگه. توی جمله گفتن لطفا کمک نکنید. سرسره. نوشتی؟ کلندش کن من ببینم. نوشتی سرسره رو؟ صاف کن شما این بلند نکن. شما بلند کن. بیان جلو. ببینم عزیزم. الان خانم سلمانی دوباره. عالی. ما خانم سلمانی. عالی. مرسی عزیزم. آقای کیان کارگری. کیان جان تایید صدا، تایید تصویر. سلام. سلام عزیزم. با سرسره یه جمله بساز. در بوستان سرسره است. آفرین، چه جمله قشنگی. خودت جمله رو ساختی؟ بله. باریکلا. مرسی. عالی ساختی. برم سراغ معمار نژاد برای نوشتنش. معمار نژاد تایید صدا تصویر. احسان جان بلیم. در بوستان در بوستان نوشتن سرسره. جا نمیشه خانم برم خط پایین. در بوستان سرسره. است. در بوستان سرسره است. سرسره. اینجا درست نوشته. سرسره. نقد کن. بله درست نوشته خانم سلمانی. الان درست نوشته. بله. ببینم. سرسره است. آفرین. یه لحظه برعکس بریم. مرسی. عالی. آقای سیارک محمدی. تایید صدا بزن. سلام. ماتو چه خوشتیپ کردی. کوتاه. سرما نخوری اینقدر کوتاه کردی. خوبی خیلی خوشگل شدی. بهت میاد. خب. آقای کیارش. من دو تا کلمه میگم. فقط من سری میخونم. سریع بخونی. من دو تا کلمه اینجا نوشتم. این دو تا کلمه رو باید کیارش بخونه، بعد با هم دوستشون کنه. کلمه اول رو بخون. استان. کلمه بعدی.
یزد استان با هم دوست بشید استان یزد استان یزد کی میاد اینا رو دوست میکنه با هم؟ کی میاد؟ کی میومد دوست میکرد با هم؟ اسمش چی بود؟ ارفت بنویس استان یزد و مرسی عزیزم آقای اعلی حقیقی با استان یزد برای من جمله میسازه اعلی حقیقی اعلی جان حقیقی تایید اعلی خانم سلام صبح بخیر سلام عزیزم با استان یزد برای من جمله بساز با استان یزد استان یزد از ما دور است آفرین استان یزد از ما دور است مرسی عزیز دلم میرم سراغ آقای شاه محمدی برای نوشتنش تایید صدا تایید تصویر سلام عزیز دلم بنویس استان یزد لپتاپ کنم یه ذره من ببینم نوشتن تو بس استان یزد استان یزد استان یزد از ما آفرین از ما 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 آره دیگه ما صدا بکش بسرم ما 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 دور 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 است نشونه خانم بده استان محمد معین عزیز دلم استان سه رو که دستش رو دراز کردی باید دندونه بذاری دیگه دندونه که رو جا انداختی نگاه کن من همیشه گفتم سه رو دستش دراز کن سه تا دندونه رو دستش رو دراز کن بعد که سلاتشی کنی مشکل حل میشه دندونه تیو مامان جا انداخته پسر یه بار دیگه استان رو پاک کنید بنویسه خودش بعد استان رو بایده بنویس مامان استان رو بنویس با سلاتشی بنویس اینجا این سری سلاتش کن قربونت برم. برم سراغ آقای امیر حافظ اسماعیلی. اسماعیلی. تایید صدا، تایید تصویر. اسماعیلی تایید صدا بزن، تایید تصویر. سلام.
سلام. سلام. دو تا کلمه است. نشونت میدم. شما این دو تا کلمه رو برای من میخونی. بعد با این دو تا کلمه رو با هم دوستشون میکنی. باشه؟ چشم. بخون ببینم. بایستا بایستا. اوی خود تلویزیون هم نسته معلوم. آها درست شد. خب اول اینو بخون. اردو. حالا اینو بخون. دیدنی اردو یه دیدنی. آفرین، اردوی دیدنی. مرسی. با چی دوستشون کردی؟ با ایر دوستی همون ایرت. با ایر دوستی دوستشون کردی. دیدی کلمه اول آخرش او داره. او با ایر دعوا شد. کی اومد؟ ایر دوستی. ایر دوستی گذاشتی. ای دوستی با او دعوا شد. کی اومد؟ ای دوستی. امیر حافظ، ای دوستی رو گذاشتی اردو ای دیدنی. ای با او دعوا شد. وقتی دوتا با هم دعواشون میشه کی میاد؟ ای میانجی. یه میانجی. خودت داری میگی اردوی دیدنی. آها یه میانجی. اه رو میذاریم با او دعواش میشه دوتا بالا جدولی. یه میاد بینشون. اردوی دیدنی. برم سراغ. بله. آخه من شاید چند تا بنا رو جا مونده. من چند تا بنا رو جا موندم. میخواستم معلوم بخونم. شما میفهمید؟ چرا جا موندی؟ چرا جا موندی پسرم؟ من جا موندم. خب مگه ما یواش یواش نمیگیم؟ هر کی بهش فرصت یواش یواش میگیم. دقت کنی که جا نمیمونی. چشم. الان کجا جا موندی؟ من بخونم شما بفهمین. من رستم با در بوستان در بوستان سرسره است. آها در بوستان سرسره است. خب بذار برم سراغ اردوی دیدنی. امیر حسین، تایید صدا، تایید تصویر. امیر حسین، تایید صدا، تایید تصویر. سلام. سلام عزیزم. با اردوی دیدنی جمله بساز. سلمان میگم این در استان سرسره است؟ نه عزیزم، اون بوستان بود، جا مونده بود. بوستان بود. الان کجا رو شما هم جا موندی؟ در استان سرسره است. در استان بود یا در اوره یا در بوستان؟ اصلا ما اوره نگفتیم امیر حسین. بوستان استان یزد گفتیم. استان یزد از ما دور است. این جمله بود که علا گفت. نه اون جمله یک که با سرسره بود. در بوستان سرسره است. در بوستان سرسره است. در بوستان سرسره است. فقط بوستان سرسره هستن. خب اشکالی نداره عزیزم. با اردوی دیدنی یه جمله بساز. یه دیدنی. اردوی دیدنی.
اردوی دیدنی را بسیار دوست دارم. من اردوی. حالا ما یه کلمه اینجا یاد گرفتیم، کلمه مدیر. یه جمله بگو که توش مدیر باشه، اردوی دیدنی هم باشه. یه ذره جملمونو بهتر کنیم، همش از من استفاده نکنیم. هم مدیر توش باشه، هم اردوی دیدنی. ببینم میتونی بگی؟ مدیر در اردوی دیدنی است. مدیر معمولاً ما رو به اردوی دیدنی میبره. ببین همه جملات درسته ها. فهمیدم. بگو. مدیر ما را به اردوی دیدنی میبره. حالا ما کیا هستیم؟ ما هممون. به ما چی میگن؟ میگن چی؟ یعنی سنت آدم. نه، به ما میگن مثلا معلم یا دانش آموز. به شما چی میگن؟ دانش آموز. خب حالا با به جای ما بذار دانش آموز، یه جمله قشنگ حسابی به من تحویل بده. مدیر بقیهشو بگو. مدیر دانش آموزان را به اردوی دیدنی میبرد. اردوی دیدنی میبرد یا برد. بنویسین همه. مدیر دانش آموزان را. مدیر سب کنیم. من میرم سراغ مهراد. از مهراد مدل نوشتنش رو ببینم. مهراد سربالا و مرسی امیرحسین. امیرحسین مرسی. مهراد تایید صدا بزن. خانم سلام. ببینیم من این چون دوی کلو تونتون رفتیم. من این کلو خب پس مهراد بذار همینجا استاف کنید چون زنگ تفریح شده. ساعت بعد برای توضیح میدم. باشه؟ چشم.